بزرگراه‌های امن افغانستان زیر نظر طالبان. تصاویر دختر افغان از ایست بازرسی پیکارجویان. 4 سال زندگی در چادرهای خود ساخته. وضعیت بحرانی پناهجویان سوری در دره بقاء لبنان. و بزرگترین بلند پروازی علمی دنیا 100 متر زیر زمین. گزارش خبرنگار بی بی سی فارسی از بزرگترین آزمایشگاه دنیا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. به دنبال ناامنی‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان، اخیراً سر و کله شورشیان در بزرگراه‌های امن این کشور هم پیدا شده. درگیری‌هایی بین اعضای طالبان و نظامیان افغان در این بزرگراه‌ها اتفاق افتاده و دو طرف ایست بازرسی‌های موقتی ایجاد کردند. در موردی بی سابقه، یک دختر جوان افغان هفته پیش با یکی از ایست بازرسی‌های گروه طالبان روبرو شده و از این اولین دیدار رو در رویش با گروه طالبان فیلم گرفته. کاوون خاموش گزارش می‌دهد. در بزرگراه شمال افغانستان این اتوبوس 2 ساعت از مزار فاصله گرفته. پس از عبور از نخستین ایست نیروهای امنیتی افغان، حالا به دومینش نزدیک می‌شود. اما این ایست بازرسی گروه طالبان است. پیش آمده بظاهر آرام این سردسته گروه طالبان برای خیلی از مسافران غیر قابل پیش بینی است. آمده بگوید که افراد طالبان آدم خور نیستند، اما در پشت این حرفها هشدارهای جدی نهفته. هشدار برای کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی. راننده و مسافران هم دست پاچه و مضطرب. خانم سادات کسی است که اولین دیدار رو در رویش را با افراد طالبان در ایست بازرسی این گروه ضبط کرده. چرا؟ میخواستم واقعا چهرهشان بیایه، چون موهایشان تا شانهشان بود و ریششان هم اندازه موهایشان بود. یعنی خیلی بر من جالب بود. این قسمت یک باغه که طالبا کلن ردیف همونجا شیشته بودن. نفس در سینه این دختر حبس شده بود. با این وجود به فیلمبرداری مخفیانه ادامه داد و صحنه را با دقت زیر نظر گرفت. بعد از اینکه ما محترم حرکت کرد، چند پسته پلیس بود که با راکت زده شده بود، دیوارش ریخته بود، دیگه کلن دیوارا سوخته بود. کاملا فهمیده میشد که اینجا جنگی صورت گرفته و ایران نشان میده که حتما دولت خبر داره. تا چند پیش فاصله 8 ساعته کابل مزار از مسیرهای امن افغانستان بود. حالا گروه طالبان در جاهای از این مسیر ایستهای بازرسی نیروهای افغان را هدف گرفتند و هر از گاهی در راه سبز می شوند. رویداد اخیر هم در این منطقه، چشمه شیر در نزدیکی شهر پلخمری روی داده که نزدیک قندوز است. بیشتر افغان‌ها برای سفر به شهرهای بزرگ افغانستان از ترانسپورت زمینی استفاده می‌کنند. این موتر بزرگ مسافربری هم در یک هفته گذشته چندین بار بین کابل و مزار شریف رفت آمد کرده و با ایست‌های بازرسی گروه طالبان روبرو شده. ناامنی در شهرهای شمال بین مسافران و راننده ها ترس ایجاد کرده و سبب شده که در موارد موترهای مثلی عمدتاً با صندلی‌های خالی رفت آمد کنند. راننده این موتر بارها با طالبان سر خورده و ترمز کرده برای نجات جان خود و مسافرانش. فقط میگفتن بالا میشدن که ما با هیچ مسافری کار نداریم، هیچ مسافری را کار نداریم، ما فقط اردوی ملی و پلیس محلی را میپالیم. خانم سادات و همسفرانش شانس آوردند که با گذشت از ایست گروه طالبان سالم به کابل رسیدند. اما برای خیلی های دیگر که در راه های ناامن افغانستان به چنگ شورشیان افتادند، چنین شانسی وجود نداشت. کاون خموش، بی بی سی، کابل. برای اولین بار دختری نوجوان در افغانستان نامزد جایزه صلح بنیاد هلندی حقوق کودک شده. عزیزه رحیمزاده میگوید به دلیل فعالیت‌هایش برای فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برای دختران خردسال و تهیه آب آشامیدنی برای ساکنان یک اردوگاه مهاجران نامزد این جایزه شده. در این رقابت عزیزه با 2 نامزد دیگر از لیبریا و پورتوریکو روبروست. خبرنگار ما زمزمه نیازی در کابل پای صحبت‌های
عزیزه نشسته. اسمم عزیزه رحیم زاده است. باشنده کمپ بغلان هستم. سنم 14 ساله است. ما به اثر فقر مهاجر شدیم از ولایت پروان به کابل، یعنی مرکز مهاجر شدیم که مدت 10 سال است در کمپ زندگی میکنیم. پدرم که از بیکار است، مدت 4 سال است که بیکار است، تقاعد کرده، ضعیف است، یعنی نمیتونه که توان کار نداره که کار کنه، و مادرم که از در مکتب آشپز است. دوباره این مکتب میسازم به خاطر در کمپ که زندگی میکنم، یعنی مکارای زیاد انجام دادیم برای زیاد پال اطفال و ماجرین مشکلات زیادی داره. از هر نگاه بشکه های 20 لیتره را با پول میخرن که حتی پول از امور بعضشان ندارن. ما درباره حق اطفال بسیار زیاد تلاش کردیم که ما به وزارت مهاجرین رفتیم. وزارت مهاجرین خیر ببیند زنده باشه که با ما کمک کردن که آب بر ما جوری ساختن برای اطفالی کم تا که از نیامات آب برخوردار شوند، و به وزارت معارف تشکری زیاد میکنیم که با ما همکاری کردن و برای اطفال از این مکتب ساختن تا که یا بتانن از این مکتب به مکتب رسمی یا دولتی داخل شوند. ما در وزارت معارف و جلسه هم داشتیم در پارلمان که این مشکل ما را پیشنهاد کردیم که اطفال مکتب ندارند، اطفال خردسال. به می خاطر باز ما از تقاضا کردیم از وزارت معارف که به می نزدیک کمپ ما یک مکتب بسازه، صنف اول 2 تا همینجا درس بخوانند، بعد از 2 در صنف 3 در مکتب رسمی شامل شوند. مکتب ساخته شد و حال قراردادش پوره شده. در سرکس تعلیمی نه تنها یک بخشش بلکه چندین بخشش هم آموزش میبینم. من که بیشتر زیاد زحمات درباره اطفال کشیده بودم و امی دفتر IIC یا سرکس تعلیمی تربیه اطفال افغانستان مرا به امی مرجع معرفی کرد. محکم است به هدف خود که حتما میرسیم و میخواییم مشهور شویم و میخواییم که در پروسه صلح مقام اول از آن خود کنم و یا جایزه صلح اطفال بگیرم. زندگی در اردوگاه زیر چادرهایی که شبیه چادر هم نیستند، آن هم برای حدود 4 سال چگونه است؟ نفیسه کوهنورد سری زده به یکی از اردوگاه‌های پناهجویان سوری در دره بقاء لبنان که از نظر امکانات در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد. اردوگاه تربل دره بقاء. این یکی از 10 اردوگاهی است که پناهجویان سوری در مرز لبنان و سوریه خود دست و پا کردند. اینجا حتی خبری از یک چادر مناسب هم نیست. سرپناه ها از وصله و پینه هر آنچه دم دست بوده ساخته شده. اردوگاه های اینجا با کمترین امکانات ساخته شدند. دولت لبنان عملا کمکی برای پناهجوها نمی کنه و اصلا اونها رو به عنوان پناهجو شناسایی نمی کنه. و از طرف دیگه هر سال که میگذره کمک سازمان های بین المللی هم به خاطر مسائل مالی کمتر و کمتر میشه و همین هم شرایط رو برای پناهجوهای سوری در لبنان بسیار سخت کرده. با من همراه شین سری به یکی از این چادرها بزنیم و وضعیت رو خودمون از نزدیک ببینیم. مرحبا، ممکن است خو؟ شکرا. کیفک؟ رفعا 3 سال پیش از هومس آمده، همراه فرزندان و همسرش. تصور نمی کرده قرار است این همه مدت اینجا ماندگار شوند. از او می خواهم زندگی در اینجا را برای من شرح دهد. بدر. العیشی بالمخیم هون صعب کتیر. اولا زندگی تو اردوگاه خیلی سخته. بچه ها عملا فراموش میشن، نه خوندن و نوشتن یاد میگیرن نه هیچ چیز دیگه ای. اونا فقط اسم خودشون را یاد میگیرن و بس. وضعیت چادرها هم همطور که میبینین وحشتناکه. باد و بارون سقفا رو پاره میکنه. تو تابستون نور خورشید از هر طرف میاد و گرما خفه کننده است، و زمستون با کمی برف سقف کلن میاد پایین. لبنان خود با کمبود آب مواجه است و حالا با آمدن حدود 1.5 میلیون پناهجو وضع دشوارتر هم شده. ما تو تابستون وابسته به آبی هستیم که برای آبیاری مزارع اطرافمون استفاده میشه. وقتی اونها مزارع رو آب میدن ما هم آب داریم، اما زمستون از همین آب هم خبری نیست.
با کمی آب برف و بارون که تو حوضچه جمع میشه شستشو رو انجام میدیم. اما این آبها قابل نوشیدن نیستن. هرچند بچه ها می نوشن، اما مجبوریم آب بخریم که اون هم برامون هزینه زیادی داره. اینجا هیچ نظارتی بر وضعیت بهداشت هم وجود ندارد. روز به روز هم که می گذرد وضع وخیم تر می شود. به هر خانواده یک دستشویی موقت دادن. بعضیا گذاشتن داخل چادر، بعضیا بیرون. اوایل می اومدن و فاضلاب ها رو از گودال زیر توالت ها جمع کردن. اما حالا دیگه ماشین فاضلاب هم نمیاد. ما فاضلاب ها رو تا جایی که بشه زیر خاک دفن میکنیم، چون تو تابستون خاک لااقل اون رو جذب میکنه، اما زمستون همه فاضلاب جمع میشه و میزنه بالا. اینجا جهنم میشه. مشکل دیگر کودک ها نیست که مثل علی اینجا به دنیا می آیند و نه شناسنامه ای دارند و نه محل تولدشان ثبت می شود. برای گرفتن برگه تولد علی من و شوهرم باید اسناد و مدارک رسمی داشته باشیم که همه رو مثل خیلی های دیگه تو سوریه جا گذاشتیم. این تنها مشکل ما نیست. بیشتر بچه هایی که اینجا به دنیا آمدن کلن انگار وجود ندارن، چون اسمشون ثبت نمیشه. هر خانواده ماهانه حدود 13 دلار برای هر فرد از سازمان ملل دریافت می کند که به زحمت کفاف خورد و خوراک را می دهد. اما این کمک هم حالا در خطر است. وقتی تازه اینجا اومده بودیم سازمان ملل حدود 230 دلار برای خانواده 9 نفری ما می داد که تا حدی خوب بود. اما بد کردن 66 دلار که هیچ کاری باهاش نمیشه کرد. و حالا پیام دادن که اگر ماه بعد کمک‌های بین‌المللی نرسه همینم قطع میشه. واقعا نمیدونم چه بلایی قراره سرمون بیاد. هر روزی که میگذرد امیدها برای پایان بحران سوریه کمرنگ‌تر میشود و تازه اگر جنگ تمام شود باز معلوم نیست این پناهجوها خانه‌ای برای برگشتن داشته باشند یا نه. زمستانی دیگر در راه است با سقف‌های کاغذی بر بالای سر هزاران پناهجو در لبنان. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، روستای تربل، دره بقا. کهکشان‌ها، سیاره‌ها و در نهایت انسان‌ها چطور به وجود آمدند؟ سوالاتی که گروهی از دانشمندان را در بزرگترین آزمایشگاه جهان در ژنو سوئیس به خود مشغول کرده. نعیمه نامجو نگاهی کرده به اهدافی که سرن یا سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا دنبال می‌کند و تغییراتی که در این 6 دهه در آن انجام گرفته. هومه آرام ژنو، نزدیک مرز سوئیس و فرانسه. نبض فیزیک مدرن اینجا میتپد. در پروژه‌ای بلند پروازانه که 100 متر زیر زمین است. این تونل 27 کیلومتری و شتاب دهنده‌ای که در آن قرار دارد بزرگترین و پیچیده ترین آزمایشگاه کره زمین است. این شتاب دهنده بزرگ هادرونی به نماد سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا سرن تبدیل شده. پروژه‌ای که تنها گروهی فیزیکدان و مهندس عملکردش را درک می‌کنند، اما اهدافی دارد که برای بسیاری جالب است و تخیلات هر کسی را قلقلک می‌دهد. شتاب دهنده به گذشته نگاه می‌کنه، می‌تونه به کسری از ثانیه بعد از پیدایش کیهان نگاه کنه تا ببینه ماده در اون لحظه چه خصوصیاتی داشته و چطور تحول پیدا کرده به شکل ماده‌ای که ما رو پدید آورده. اما ماموریت شامل توضیح اونچه در حال آینده می‌گذره هم میشه. به طور کلی وظیفه‌اش درک ساختار و تحولات کیهانه. در شتاب دهنده بزرگ هادرونی پروتون‌ها با سرعتی نزدیک به سرعت نور با هم برخورد می‌کنند. لحظه برخورد را 4 آشکارساز مثل دوربین‌های عکاسی پرقدرت ثبت می‌کنند. این آشکارسازها و همینطور کل شتاب دهنده 24 ساعته زیر نظر است. گرچه اتاق‌های کنترل اینجا مثل جزیره‌های جدا از هم به نظر میان، اما همکاری این 4 اتاق فرمان با همدیگه اینجا رو به قلب تپنده سرن تبدیل کرده. همه چیز اینجا کنترل میشه، از دما و تهویه شتاب دهنده ها تا اینکه آیا آزمایشی در حال انجام هست یا نه.
رمزگشایی از کیهان به کمک فیزیکدان‌ها و مهندسانی انجام می‌شود که از سراسر دنیا به اینجا می‌آیند. در این سالها بیش از 10,000 محقق از 85 کشور دنیا برای ساخت شتاب دهنده و مطالعه نتایج آن فعالیت کردند. در این سالن و راهروهای سن گفتگوهای محققان به زبانهای مختلف را شنیدند. در موچا سورپرزا لیویدنس دی نووه پارتیچله ماتریا کتورا نازیواشه پلازمو فارکوگلونو The mystery of dark matter. It's always been recognized by the people who established this place that کسانی که اینجا رو بنیان گذاشتند و کسانی که اینجا کار می‌کردند معتقد بودند که داشتن محققانی از سراسر جهان کار ما رو غنی‌تر می‌کنه. آدم‌ها طرز تفکر و ایده‌های متفاوتی دارند و هر کسی برای هر مشکلی راه حل متفاوتی داره. بهترین راه داشتن آدم‌هایی با ملیت‌های مختلفه. انیشتین بعدی می‌تونه اهل هر جایی باشه. The next Einstein could come from anywhere. Attention please. این ایده است که در اواخر دهه 40 میلادی اولین جرقه های سرن را زد. همان سالهایی که اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم برمی‌خواست و دانشمندان اروپایی فکر رفتن به آمریکا را در سر داشتند. پس از چند سال تحقیق، سند سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا امضا شد. حالا 6 دهه از آن زمان می‌گذرد. موقع افتتاح این مرکز 11 کشور عضو داشت، اما حالا 21 کشور در سرن عضویت دائم دارند. این مغناطیس در اینجا تنها بخشی از شتاب دهنده است و برای طراحی و ساخت همین بخش هم 9 کشور با هم همکاری و مشارکت کردند. این چیزی که سرن رو منحصر به فرد میکنه، جایی که زمینه همکاری دانشمندان و متخصصان کشورهای مختلف را فراهم کرده. چند دانشگاه ایرانی هم با سرن همکاری دارند و محققانشان را برای انجام پروژه‌هایی به ژنو میفرستند. ده ها سال فعالیت سازمان هسته‌ای اروپا چند جایزه نوبل را هم برای فیزیکدانان به همراه داشته. آخرینشان پیتر هیگز و همکارش فرانسوا آنگلر بودند که برای طرح نظریه وجود بوزون هیگز جایزه نوبل را در سال 2013 گرفتند. نظریه‌ای که اثباتش در غیاب شتاب دهنده بزرگ هادرونی در سرن تقریبا ناممکن بود. نعیمه نامجو، بی بی سی، ژنو. چند روز پیش یک هنرمند آلمانی با نورپردازی روی برج آزادی تهران برای صلح و همبستگی بین ایران و آلمان تبلیغ کرد. فیلیپ گایس به دعوت سفارت آلمان آنجا رفته بود. پس از بازگشت به آلمان، بامداد اسماعیلی به سراغش رفت. نورپردازی روی مجسمه حضرت مسیح در ریو دو ژانیرو در برزیل. جشن تولد شاه تایلند در بانکوک. و حالا جدیدترین پروژه فیلیپ گایست. نورپردازی روی برج آزادی با واژه‌هایی چون صلح و آزادی به فارسی، آلمانی و انگلیسی. تمام ایده‌های فیلیپ گایست اینجا شکل می‌گیره، در برلین. اومدیم با خودش و کارش آشنا بشیم. دفتر کوچیکی داره اون بالا، الانم منتظر ماست. فیلیپ گایست 39 سال است. از 20 سالگی شغلش هنر نورپردازی روی ساختمان‌ها و مجسمه‌های مجلل در سراسر دنیا است. حالا او برای اولین بار گذرش به ایران افتاد. Ich wurde eingeladen von der deutschen Botschaft in Teheran eine Installation in Teheran zu realisieren und من از طریق سفارت آلمان در تهران دعوت شدم که این پروژه رو عملی کنم. Unter anderem den Asadi به من بناهای مختلفی پیشنهاد کردند و من برج آزادی رو انتخاب کردم. سمبل آزادی به موضوع من که آزادی و صلح بود خیلی می‌خورد. به مناسبت سالروز اتحاد ملی آلمان، فیلیپ گایست 3 روز برج آزادی را نورپردازی کرد. برای پروژه واژه دروازه ها چندین ماه در محل کارش در برلین کار کرد، بدون آنکه حتی یک بار هم این برج را از نزدیک دیده باشد. برایم جالب بود که بدانم چطور این کار امکان پذیر است. من اول از عکس هایی که دریافت کردم و مقیاس این برج برای خودم یک کانسپت درست کردم.
با معماری خاص برج آزادی که آشنا شدم و اون رو درک کردم، المان‌های این ساختمان رو با نور کشیدم و عناصر جدید و واژه‌ها رو هم به اون اضافه کردم. البته این پروژه برای فیلیپ گایست که اولین بار بود که به ایران سفر می‌کرد، جالب و خاطر انگیز بود. نه تنها او متد جدیدی برای حمل پروژکتورهایش یاد گرفت، بلکه میگوید با کشوری متفاوت از آنچه که از طریق رسانه ها می شناخت آشنا شد. همه خیلی مهربان و گرم بودند و کمک می کردن. جالبه به کشوری سفر کنی که در واقع هیچ وقت قصد سفر به اونجا رو نداشتی. بعد که اونجا میری، درست برعکس اون خبرهای منفی که شنیدی رو می بینی. اخبار یک تصویر دیگه ای از این کشور به آدم میده. ولی اون اخباره. اینم مردم این کشورن که در اون زندگی میکنن. کلن چه اهمیتی برای داشت که این پروژه رو عملی کنی؟ خیلی برام جذاب بود این پروژه رو روی بنای آزادی اجرا کنم. محلی که سمبل آزادی یک کشوره. توی همچین جایی در مورد صلح و آزادی کار کنم بدون هیچ شرطی یا محدودیتی. حتی سر انتخاب واژه‌ها برام مهم بود که این کار رو به من واگذار کرده بودند. فیلیپ گایست که جایزه معتبر نورپردازی آلمان را هم دریافت کرده، الان برای پروژه بعدیش به بنگلادش سفر کرده. او اما میگوید تجربه ایران و پروژه برج آزادی را هیچ وقت فراموش نمی‌کند. بامداد اسماعیلی، برلین، آلمان. یکی از نقاشی‌های نادر از اوائل کار پیکاسو از دوره‌ای که او به شدت از خودکشی یکی از دوستانش متأثر بود به بازار آمده. جزئی از مجموعه آثاری از هنرهای مدرن و امپرسیونیستی غرب که قرار است دو مؤسسه بزرگ حراج سادبیز و کریستیز تا چند هفته دیگر در نیویورک به حراج بگذارند. این آثار این هفته در لندن به نمایش گذاشته شدند و همکارمان کسرا ناجی از آنها دیدن کرد. پورتری یک زن ناشناس، شاید یک رقاص کاباره، از پیکاسو. از کارهای اولیه او، نمونه ای از آثار دوره معروف به دوره آبی، دوره ای که او از خودکشی یکی از دوستانش به شدت متاثر بود. این یکی از آثار نادری است که قرار است به زودی در نیویورک حراج شود. آثاری که بعضی از آنها این هفته در لندن به نمایش گذاشته شدند. اثری بسیار نادره. تنها شاید سه اثر از پیکاسو با این کیفیت و اهمیت طی 25 سال گذشته به بازار اومده و به همین جهت هیجان زیادی ایجاد کرده، چون فرصتی استثنائیه که بشه به چنین اثری دست پیدا کرد. جالب درباره این نقاشی این که پیکاسو این رو پشت بومی نقاشی کرده بود که قبلا او از آن استفاده کرده بود برای نقاشی پورتری از یکی از دوستانش. سادبیز میگوید این نقاشی حدود 60 میلیون دلار قیمت گذاری شده. بخشی از آثاری که این مؤسسه به حراج گذاشته قطعاتی است از کلکسیون شخصی صاحب سابق سادبیز، آلفرد تاپمن، میلیاردر معروف. گل سرسبد این مجموعه این اثر است از آمادئو مودیلیانی، یکی از پورتره‌های او که طرفداران زیادی دارد. این اثر هیچ وقت در حراج‌ها فروخته نشده و صاحب سابق سادبیز آن را در سال 1983 از یک گالری خریده بود. اثر دیگری از مودیلیانی این زن برهنه در میان آثاری است که مؤسسه کریستیز قرار است در هفته‌های آینده در نیویورک به حراج بگذارد. اثری از سال 1917 که در میان سایر آثار اینجا بالاترین قیمت را در ارزش‌گذاری‌ها به خودش اختصاص داد. متخصصان کریستیز می‌گویند شاید این اثر تا 130 میلیون دلار به فروش برود.
این اثری است که واقعا میشه گفت نمادی از هنر قرن 20. این نقاشی بسیار شناخته شده ایه در سراسر جهان. عکس‌های اون در کتاب‌های هنری چاپ شده. خود نقاشی بارها در نمایشگاه‌ها به نمایش گذاشته شده. این یکی از چند نقاشی از زنان برهنه بود که در اون سالها در پاریس به نمایش گذاشته شد و جنجال زیادی ایجاد کرد، به طوری که برگزار کنندگان مجبور شدن نمایشگاه رو تعطیل کنند. یکی دیگر از آثار مهم این مجموعه اثری است نچندان متفاوت از لوسین فروید، نقاش بریتانیایی که همین 4 سال پیش درگذشت. این نقشی از یک زن برهنه که سوژه در واقع دختر لوسین فروید است، بلا. این نقاشی جزی از گروهی از آثار هستند که رابطه این نقاش را با زنان نزدیک به آنها بررسی می‌کنند. نقاشی دیگری هم از لوسین فروید اینجا در مجموعه وجود دارد با عنوان تیمسار. هر دو مؤسسه سادبیز و کریستیز میگویند انتظار دارند در حراج در اوائل ماه آینده در نیویورک مجموع قیمت پرداخت شده این آثار در این بازار پرتقاضای این آثار رکورد تازه‌ای ثبت کنند. کسرانجی، بی بی سی، لندن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.